خب در درس گذشته خوانیم راجع به ای که چگونه ما میتونیم یک معرفی کلی راجع به اینترنت اکسپلور بود و ای که چگونه میتونیم امرای اینترنت اکسپلور کار کنیم. امروز میخوانیم حرکت در وب که چگونه میتونیم در وب حرکت کنیم. ما وقتی که در درس های قبلی هم گفتیم که ما به خاطر که در وب استفاده کنیم دو بخش داشت، یک آدرس URL، ما بخش اولش مربوط به پروتکل میشد و بخش دومیش هم مربوط میشد به آدرس ما. ما فعلا میخوایم که به آدرس میبینم اگه خواسته باشم ویکی‌پدیا رو به دست بیارم، آدرسش در قسمت بالای صفحه میبینیم HTTPS که از پروتکلش است و بعد از www.wikipedia.org ایکس، یعنی امو آدرس سایت ویکیپیدیا در وب، در شبکه وب است. خب حالا اگه خواسته باشیم که از گوگل باید دریافت کنیم و پس دوباره میرم ویکیپیدیا رو به این شکل میگم که اول گفته بودیم که پروتکل از گوگل از پروتکل HTTPS استفاده میکنه، بعد از دو نقطه حالا آدرس چه نشته میکنه www.google.com کام انتر. حالا ما میریم به صفحه گوگل. اگر خواسته باشیم دوباره ویکیپیدیا را پس، یعنی بخوایم که ویکیپیدیا را بریم به صفحه ویکیپیدیا از طریق URLش، فقط در قسمت آدرس بار URL ما را تایپ میکنیم، URL یا Uniform Resource Locator را تایپ میکنیم و ما را میبره به صفحه ویکیپیدیا. از صفحه ویکیپیدیا بود HTTPS پروتکلی بود که استفاده میکرد، بعضو یک علامه شارحه یا دو نقطه سر به سر، بعضو سلاش، بعضو میگم www.wikipedia.org انتر، ما رو مستقیم میبره به صفحه ویکیپیدیا. و ما میدونیم که توسط این دو دکمه که گفتم ما رو میبره به صفحه قبلی و پس دوباره دکمه فاروارد ما رو میبره به صفحه بعدی. ما قبل از اینکه به ویکیپیدیا بیاییم ما صفحه گوگل باز کرده بودیم، توسط دکمه بک میریم به صفحه گوگل و توسط فاروارد چون که بعد از گوگل ما رفتیم به صفحه ویکیپیدیا ما رو میبره به صفحه ویکیپیدیا. یاد این قسمت من نوشته میکنم افغانستان. اوکی، یک معلومات راجع به افغانستان در یک قسمت اوکی باز میکنم. خب باز میکنم این قسمت. آل وقتی که ما رفتم به صفحه بعدی میخوایم که دوباره به صفحه قبلی برم از دکمه بک، و اگه خواسته باشم دوباره به مو صفحه برم، یعنی صفحه که ما بعد از این صفحه رفتیم، نو انتخاب میکنم کلمه دکمه فاروارد. توسط دکمه فاروارد ما دوباره میرم به صفحه بعدی و بعد از این آپشن دیگه که داریم فعلا میبینیم وقتی که ما راجع به افغانستان سرچ میکنم ویکی‌پدیا یا معلومات افغانستان در سایت ویکیپیدیا که یک لینک است این قسمت، به صورت رنگ آبی به خود گرفته، یعنی رنگ آبی داره یک لینک با رنگ آبی. وقتی که من ایره باز میکنم داخل صفحه میشم یا ایره فعال میسازم، هایپر لینک ما فعال شد، پس دوباره که بک میگم رنگش تغییر میخوره، یعنی به چی مونه، یعنی قبلا که آبی بود حالا فعلا رنگش آبی نیست. از این قسم ما میتونیم که بفهمیم که این صفحه را ما قبلا باز کردیم، یعنی اگر ما بخوایم معلومات کلی راجع به افغانستان از چندین سایت مختلف پیدا کنیم، یک بار که سایت ویکی‌پدیا را باز کردیم معلومات خود حاصل کردیم، بار دوم دیگه وقتی که میبرویم بر ما نشانی میکنه که در این سایت یک بار خودت رفتی، یعنی اگر خواسته باشی که به سایت های دیگه مراجعه کنی در این سایت مراجعه نکن چون که قبلا مراجعه کردی. و بعد از این دکمه بک ما رو پس دوباره میبره بک و فاروارد ما رو میبره به جایی که بودیم. آل وقتی که من فاروارد کلیک میکنم میره ما رو مستقیم میبره در بخش ویکیپیدیا، از وبسایت ویکیپیدیا که اونجا راجع به افغانستان سرچ کرده بودیم، معلومات راجع به افغانستان از سایت ویکیپیدیا نمایش میده و بک میگم ما رو پس به گوگل میاره. حالا اگه یک سایت دیگه رو باز کنم، مثلا این قسمت نیویورک تایمز باز میکنم، وقتی که یک سایت دیگر را باز میکنم دکمه بک دوباره به صفحه قبلی میاره، فاروارد دیگه حالا ما رو به ویکی‌پدیا نمیبره،
به جایی میبره که ما آخرین بار اونجا بودیم. مثلا وقتی که من اینجا کلک میکنم ما را میبره به نیویورک تایمز، قبلا که کلک میکردم ما را میبرد به صفحه ویکی‌پدیا. از به این شکل ما میتونیم که در یک سایت به جلو و عقب حرکت کنیم. و بعد از این ما داریم فرضاً یک معلومات پیدا میکنیم، چند معلومات مثلا از این قسمت از نیویورک تایمز. خب معلوماتی که در اینجا هست ما بعدا هم میره نیاز دارم، یعنی میخواییم که بعدا هم این معلومات همین وبسایت بخواییم که استفاده کنم، بعدا هم بتانم میره دسترسی پیدا کنم. باز به این خاطر ما میرم یک آپشن دیگه داریم به نام بوکمارک. بوکمارک وظیفه‌ش این بود که یک نشانی میگذاره، یعنی در یک سایت یا هر آدرسی که ما رفته باشیم یک نشانی میگذاره. بعد از او هر وقت که ما آدرس ما درخواست کنیم یا بخوایم که بعد از بیاریم، دوباره میتونیم از طریق بوکمارک بریم و او آدرس را باز کنیم. حالا ما می آدرس یک نشانی میگذارم از بخش دهی قسمت انتخاب میکنیم در بخش فیوریت بارز، آپشن اد تو فیوریتس. اد تو فیوریتس ما یک نام هم برش میتونم میگم افغانستان استان این نیویورک تایمز. خب اوکی. بعد از او اگه ما به چندین صفحه دیگه هم برم، مثلا ویکی‌پدیا رفتم، اینجا هم یک اضافه میکنم معلومات، میگم از بخش اد تو فیوریتس ما را افغانستان، یک نام برش میتونم افغانستان این ویکی‌پدیا. خب انتر. بعد از این اگه ما سیک صفحه دیگه برون گوگل، خب حال اینترنت اکسپلورر را مکمل بسته میکنم. بعدا خواسته باشم که پس دوباره میخواییم که معلومات را که راجع به افغانستان در نیویورک تایمز است میخواییم ببینم که در اون صفحه که نیویورک تایمز ذخیره کردم راجع به افغانستان، ببینم که فعلا کدام معلومات دیگه هم هست یا اپدیت شده و یا نه. از بخش فیوریت میرین در این قسمت انتخاب میکنم. من دو نام داده بودم، یکی افغانستان نیویورک تایمز، یکی افغانستان ویکی‌پدیا. حالا ما میخواییم انتخاب کنم که در کدامش باید برم. ما میخواییم بگویم که در افغانستان نیویورک تایمز در این قسمت برم. کلک میکنم، مرا دوباره با جایی که نشانی گذاشته بودم میبره. و یا هم کلک میکنم، مرا با جایی که نشانی گذاشته بودم میبره. یا اگر ما یک آدرس داشته باشیم که بسیار فرضاً ما در این قسمت یک دیتا را یک معلومات را سرچ میکنم، میگم که jobs.af. خب وقتی که من این سایت را باز میکنم، یعنی از بین چند سایت میرم داخل سایت های دیگه هم میشم. بعد از اون میخوایم که همونجا یک نشانی بگذارم که هر وقت که این سایت را باز کردم، یک سایت دیگه را باز میکنم مثلا bbc.com. خب حالا من bbc را باز میکنم، یک خبر را هم از این قسمت باز میکنم، یعنی داخل چندین لینک دیگه میشم. اینو یک خبر هم باز میکنم. خب حالا ما میخواییم اینمی صفحه را من حیث بوکمارک ذخیره کنم، یعنی هر وقتی که باز کردم دیگه من داخل bbc شدم و نه این خبر را سرچ کنم. فقط با یک کلک کردن اینمی صفحه همین معلوماتی که در این صفحه است باید به من باز شود. میرم از بخش بوکمارکس انتخاب میکنم add to bookmarks و بعد از اون انتخاب میکنم میگم که my favorite news. خب اوکی. بعضی که اوکی کردم، هر وقت که دوباره اینترنت اکسپلورر را مکمل بسته میکنم، هر وقت که دفعه بعد خواسته باشم که به امو صفحه به امو سایت مراجعه کنم یا امو نیوز مای فیوریت نیوز، با کلک کردن بالا از این مرا میبرم مستقیم به مو جای به مو قسمت خبر که من اونجا نشانی گذاشته بودم. دیگه نیاز نیست که من برم در bbc و بعد از در bbc جستجو کنم و معلومات پیدا کنم. خب آپشن دیگه که در این قسمت ما داریم، کار دیگه که ما میکنیم، فعلا ما معلومات هر کدامش در یک در فولدر به نام فیوریت ذخیره کردیم. در فولدر فیوریت ذخیره کردیم. ما میخواهیم که از این بعد قسم فیوریت، یعنی جور کنم که یک فولدر اگر ما چندین یوزر داشته باشیم،
هر کس بوکمارک میکنه فولدر به نام خودش و یا راجع به معلومات، راجع به چندین بخش که معلومات ها داشته باشه، ما میخواهیم که هر کدامش در فولدرهای جداگانه ذخیره شود. به این خاطر باز ما میرم از این قسمت یک سایت سرچ میکنم، مثلا من سرچ میکنم راجع به افغانستان و مواردی که راجع به افغانستان است. ببینید، میگم ویکیپیدیا، از افغانستان ویکیپیدیا، فیوریتس ها، add to favorites. حالا چی میگم؟ در این قسمت میگم یک نیو فولدر نو بساز، نیو فولدر باشه به نام افغانستان. خب تا بخش فیوریت وارد کرید، اوکی. حالا یک فولدر جور شد به نام افغانستان، این ذخیره شد. اگه خواسته باشم راجع به کابل هم معلومات حاصل کنم، میگم میره هم کابل و ویکیپیدیا. میخوایم میره هم در بخش فیوریتس، در کجا ذخیره کنم؟ در فولدر افغانستان، add to favorites. از این قسمت فولدر انتخاب میکنم افغانستان و بعد از او add. حالا تمام معلومات راجع به افغانستان در سایت، در فولدر که به نام افغانستان بود ذخیره شد. میخوایم راجع به معلومات راجع به یک کشور دیگه، مثلا تاجیکستان، در یک فولدر جداگانه ذخیره کنم. بازش میکنم باز add to favorites و چی میگم؟ add to favorites یک فولدر نو بساز، میگم این باشد تا تاجیکستان. اوکی، بعد از راجع به پایتخت از این هم معلومات پیدا میکنم. خب اینجا هم میگم چی شود؟ در بخش فیوریتس باید در فولدر تاجیکستان ذخیره شد. از این قسمت انتخاب میکنم فولدر تاجیکستان و بعد از اد. وقتی که اد گفتم، حال دیگه اگر خواسته باشم دوباره پس به می سایت ها دسترسی پیدا کنم. ببینید اینجا تاجیکستان یک جایش رو جور کردیم، add to favorites. از این قسمت ما باید چی میکنم؟ add to favorites انتخاب میکردم. در اینجا که فولدر در کجا ساخته شده، باید در favorites ساخته شده و حال تاجیکستان داخل فولدر افغانستان. خب مشکل نیست. از این قسمت حالا برای ما مشخص میشه اگر بعد از این خواسته باشم دفعه بعد که معلومات دوباره به دست بیارم، مثلا معلومات راجع به افغانستان میخوایم که به دست بیارم، بسته میکنم اینترنت اکسپلورر. حالا اگه خواسته باشم که معلومات راجع به افغانستان به دست بیارم، مستقیم میرم به فولدر افغانستان، میبینیم که هر نامی که مانده بودم افغانستان دات ویکیپدیا، کابل دات ویکیپدیا. اگه خواسته باشم راجع به تاجیکستان، همین شکل میتونم معلومات با کلیک کردن روی ازو دوباره به صفحه‌ای که نشانی کرده بودیم یا نشانه گذاری کرده بودیم برگردیم. از قسمت دیگه از این بخش ما میتونیم که یک فولدر خود دوباره دلیت کنیم، Organize Favorites. از این قسمت میتونیم یک فولدر خود رینیم کنیم و یا دلیت کنیم. مثلا افغانستان را رینیم میکنیم به کابل و تاجیکستان را رینیم میکنیم به دوشنبه. خب کلوز. حال وقتی که در این قسمت میریم، افغانستان به کابل تبدیل شد، تاجیکستان هم به دوشنبه. و همچنان از بخش Organize Favorites میتونیم که یک فولدر نو ایجاد کنیم در هر قسمت که خواسته باشیم. مثلا یک فولدر نو ایجاد میکنم، میگم به نام ای باشه به نام پاکستان، و یا در داخل فولدر کابل یک دانه فولدر دیگه ایجاد میکنم به نام ناحیه ها. میتونیم که فولدر ایجاد کنیم و توسط دلیت ما میتونیم دوباره از این قسمت فیوریت های خودا یا بوکمارک های خودا دلیت کنیم، هر کدام شک خواسته باشیم، یا مکمل فولدر را میتونیم دلیت کنیم یا بوکمارک های جداگانه را میتونیم هر کدام شک انتخاب و از بخش دلیت را دلیت کنیم. خب این کارهایی بود که ما میتونستیم توسط یک بوکمارک انجام بدیم. درس امروز ما در همین قسمت با پایان میرسد. تا روز بعدی، وقتتان خوش، خدا نگهدار.